یه سلام بگم خدمت همه شما همراهان عزیزم و برم سراغ معرفی یک دسر خوشمزه لایه‌ای فرانسوی دیگه. برنامه رو بیننده باشین تا این دسر جذاب رو خدمتتون معرفی کنم و همه مراحل کار رو با هم دنبال کنیم. این دسر بسیار خوشمزه ممکنه توی دید اول یه ذره سخت و پیچیده به نظر بیاد، ولی وقتی مرحله به مرحله و گام به گام پیش میرین میبینین که چقدر راحت و آسون تهیه میشه و در این حال با لایه هایی که ایجاد میکنه چقدر ظاهر جذاب و خوشاب و رنگی داره. پس برنامه رو تا آخر ببینید، ویدیو رو تا انتها دنبال کنید و در انتها سابسکرایب رو فراموش نکنید. خوشحالم از اینکه با یه برنامه دیگه در خدمت شما دوستان هستم و امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشین. باز هم تاکید میکنم سابسکرایب رو فراموش نکنید. بریم برای لایه های میوهی دسرمون. برای لایه های میانی این دسر من از میوه انبه و زرشک استفاده کردم که کاملا سلیقه‌ایه. شما میتونین انبه و رزبری، انبه و توت فرنگی یا توت فرنگی و زردالو، توت فرنگی و موز، هر چیزی که باب میلتونه برای تهیه این دسر استفاده بکنید. این مورد یه مورد پیشنهادیه که من دارم استفاده میکنم. من از انبه استفاده کردم به میزان 500 گرم و زرشک به میزان 350 گرم، چون میخوام لایه زیر و رو انبه باشه، لایه میانی از زرشک استفاده بکنم. در ابتدای کار به 500 گرم انبه 75 گرم شکر میزنم که باز این شکر میتونه تا میزان 50 گرم هم کاهش پیدا بکنه. میریزم داخل انبه و 20 گرم ژلاتین، میزان 3 برابر ژلاتین آب استفاده میکنم، یعنی 60 گرم. 60 گرم آب رو داخل ظرف میریزم، البته با استفاده از قاشق بریزم که کم و زیاد نشه، که میشه در واقع 4 قاشق سوپ خوری. ژلاتین رو روش میپاشم. و 5 دقیقه کنار میذارم تا ژلاتین آب رو به خودش جذب بکنه و حالت اسفنجی بشه. انبه و شکری رو که با هم مخلوط کردم میریزم داخل یه ظرفی که بتونم روی حرارت قرار بدم. میزان حرارتی که میبینه حدود 50 درجه است. نمیخوایم بجوشه، فقط میخوایم که ذرات شکر داخلش حل بشه. حتی از ماکروویو هم میتونیم برای این کار استفاده بکنیم. کامل همش میزنم و میذارمش روی حرارت ملایم. اما برای زرشک رو من شستم، تمیزش کردم، داخل مخلوط کن ریختم و کاملا به شکل پوره در آوردم و از صافی رد کردم. این آماده است. به همراه 35 گرم شکر مخلوطش میکنم و این رو هم داخل ظرفی میریزم که روی حرارت قرار بدم تا ذرات شکر داخل این ترکیب کاملا حل بشه و یک دست بشه. و اما میزان ژلاتینی که برای این ترکیب ما نیاز داریم 15 گرم ژلاتینه که به میزان 3 برابر خودش آب میخواد، یعنی 45 گرم. 3 قاشق سوپخوری آب میشه که میریزم داخل ظرف و ژلاتین رو میپاشم روش. این رو هم 5 دقیقه کنار میگذارم تا کاملا حالت اسفنجی پیدا کنه و کاملا آب رو به خودش جذب بکنه. این مقدار ژلاتین برای انبه بود که همونطور که ملاحظه میفرمایید تمام آب رو جذب کرده و میذارمش روی بخار آب یا داخل ماکروویو با قدرت 50%، یعنی متوسط. بعد از اینکه شفاف و رقیق شد تو مرحله بعدی کار ازش استفاده میکنم. هر دوتا ژلاتین رو رقیق کردم و هر دوتا میوه رو هم گرم کردم، با شکر مخلوط شد و ذرات شکر کاملا داخل میوه حل شد. اینجا
ژلاتینی رو که رقیق کرده بودیم برای پوره زرشک داخلش میریزم، هم میزنم و همینطور ژلاتینی که برای پوره انبه رقیق کرده بودم. و اما بریم برای قالب گیری. از این دو نوع میوه میخوام برای مغزی دسرمون استفاده کنم، پس یه رینگ استفاده میکنم به قطر 20 سانت و در نهایت باید رینگی داشته باشیم که 2 سانت از این رینگ بزرگتر باشه، یعنی 22 یا 23 باشه. با این رینگ فعلا کاری ندارم. من الان میخوام این رینگ رو آماده بکنم برای ریختن مواد در داخل این رینگ. حالا چیکار بکنیم که بتونیم به راحتی این کار رو انجام بدیم؟ ظرفمون رو سلفون میکشیم، داخل این سینی رو با محافظ میپوشونم، اضافه رو قیچی میکنم، رینگ رو روی سلفون قرار میدم و اطرافش رو کامل میبندم تا بتونیم به راحتی مواد میوه‌ای رو داخلش بریزیم بدون اینکه از زیر رینگ خارج بشه. کاملا سفتش میکنیم. من اینجا میزان انبه رو تقریبا 1.5 برابر میزان زرشک انتخاب کردم. نصف از انبه رو که با ژلاتین مخلوط شده، یعنی با شکر گرم شده و ژلاتین رو داخلش ریختم، میریزم کف قالب، کف رینگ، میذارم خودشو میگیره نسبتاً و زرشک رو بهش اضافه میکنم، مجدداً داخل یخچال خودشو میگیره و لایه روحی هم از مواد انبه میریزم. نصف از پوره انبه. این موارد کاملا سلیقه‌ایه، یعنی حتما شما مجاب به انجام این مراحل متعدد نیستید، میتونید یه تک مرحله ای استفاده بکنید و یا حتی از یک نوع میوه. خب لایه اول نیم بند شد، من میخوام از مواد زرشک روش بریزم، خیلی آروم. مجدداً داخل یخچال قرار میدم تا این لایه هم خودشو بگیره و بعد با باقی مانده پوره انبه روشو پر میکنم. لایه زرشکم کاملا خودشو گرفت همونطور که ملاحظه میفرمایید و لایه دوم انبه رو میریزم. همونطور که خدمتتون گفتم این لایه ها انتخابش کاملا سلیقه‌ای، میتونه تک لایه هم باشه. این بار دیگه میذارمش توی فریزر، یعنی مواد میوه ایمون این بار باید داخل فریزر کاملا حالت یخ زدگی پیدا کنه تا ما بتونیم به عنوان مغزی ازش استفاده بکنیم. میذارمش تو فریزر تا موس بادام آماده بشه و این مغزی رو داخل موس قرار بدیم. لایه های میوه ای رو آماده کردیم و داخل فریزر قرار دادیم تا خودش رو بگیره. و اما لایه موس شیر و بادام برای مرحله نهایی و برای سوار کردن لایه ها رو هم ما احتیاج داریم به یه رینگ دیگه که تقریباً 2 تا 3 سانت از رینگی که لایه های میوه ای رو درش ریختیم بزرگتر باشه. حالا اینجای کار ما برای طرحدار کردن میتونیم از صفحات طرحدار استفاده کنیم و یا اینکه به طور ساده کار بکنیم. اگر که این صفحات طرحدار رو در اختیار نداشتیم، کف ظرف رو با کاغذ پوشش میدیم و رینگ رو روی کاغذ قرار میدیم و شروع به کار میکنیم. اینجا چون من میخوام از این صفحات استفاده کنم، رینگ رو هم به اندازه محیط صفحه در نظر میگیرم، روی صفحه میذارم و دور رینگ رو هم با تلخ پوشش میدم.
صفحه و رینگ رو آماده کردم و یه تیکه تلخ به اندازه محیط داخلی رینگ دور تا دور رینگ قرار میدم و کنار میذارم تا موس آماده بشه به این حالت. بریم برای معرفی مواد اولیه موس. و اما مواد اولیه موس شیر و بادام. برای تهیه این موس ما احتیاج داریم به شیر به میزان 350 میلی لیتر، شکر 75 گرم، خمیر بادوم احتیاج داریم به میزان 150 گرم و وانیل که من از عصاره وانیل استفاده می کنم به میزان 1 قاشق چای خوری و اما زرده تخم مرغ داریم به میزان 150 گرم، ژلاتین احتیاج داریم به میزان 20 گرم، آب یخ 60 گرم و خامه قنادی به میزان 750 گرم و قهوه رقیق شده به میزان 60 میلی لیتر. در ابتدای کار من آب یخی رو که داشتیم معادل 60 میلی لیتر بود با 20 گرم پودر ژلاتین مخلوط میکنم و کنار میذارم تا حالت اسفنجی پیدا کنیم. یه مقدارم تکونش میدم تا آب همه ژلاتین رو جذب کنه. اینو میذارم کنار. و اما مرحله بعدی کارمون ترکیب شیر، که 350 گرم بود، خمیر بادوم 150 گرم و 1 قاشق چای خوری عصاره وانیل. اگر از وانیل پودری استفاده میکنین، یعنی وانیلین استفاده میکنین، 1/2 قاشق چای خوری کافی. این مواد رو من روی حرارت میذارم تا بجوشه. شیر و خمیر بادوم رو میذارم رو حرارت تا بجوشه و در این حین من زرده و شکر رو با هم زن میزنم. صد و پنجاه گرم زرده تخم مرغ داشتیم، میریزم تو این ظرف و 75 گرم شکر با هم زن میزنم. شیر و بادام با هم جوشید، تخم مرغ و شکر رو هم با هم زدم و الان آروم آروم با هم مخلوطش میکنم. مجدداً این ترکیب رو داخل سسفن میریزم و روی حرارت همش میزنم تا کمی پخته بشه، یعنی زرده ها کمی پخته بشه ولی مواد نجوشه. این ترکیب میره روی حرارت ملایم تا کمی زرده ها پخته شه. روی حرارت مرتب همش میزنم، غافل نشین ازش، چون باید مواد به یه غلظت نسبی برسه و در این حال به هیچ عنوان نجوشه تا ترکیب تخم مرغ و شیر از حالت صافی و یک دستی در نیاد. خب موادمون آماده است. من از رو حرارت برداشتمش، همونطور که میبینین یه مقدار غلیظ شد و وقتی پشت قاشق یه اثر انگشت میذارم کاملا جاش میمونه. به این مرحله که رسید آماده است. یکم همش میزنم تا از حرارت بیفته و بعد ژلاتینی رو که رقیق کردیم بهش اضافه میکنم. ژلاتین رو روی آب ریختیم، حالت اسفنجی پیدا کرد و داخل ماکروویو قرار دادم با قدرت متوسط تا رقیق بشه و به این حالت در بیاد. ژلاتین رو هم اضافه کردم و نوبت قهوه است. اگه خاطرتون باشه ژلاتین 20 گرم بود که با 60 گرم آب مخلوطش کردم و رقیقش کردیم. اینجا هم 60 میلی لیتر
قهوه داریم، قهوه آماده. حالا میتونه قهوه فوری باشه، میتونه اسپرسو باشه. میریزم داخل این ترکیب. این مواد کنار میمونه تا کاملا خنک بشه. مایمون کاملا خنک شد و الان شروع میکنیم به فرمدهی خامه و اضافه کردن این مخلوط به خامه فرم گرفته. 750 گرم خامه داشتیم، میریزم داخل ظرف همزن، فرمش میدم، البته کمی حجم بشه کافی، و بعد ترکیب خنک شده قبلی رو بهش اضافه میکنم. خامه در همین حد حجم پیدا کنه و فرم بگیره کافیه. من ذرات ترکیب قبلی رو آروم آروم بهش اضافه میکنم. قبلش یه توضیح دیگه هم بدم. برای این دسر ما میتونیم از یک لایه کیک هم استفاده بکنیم. حالا این کیک میتونه به نسبت ذائقه شما شکلاتی و یا وانیلی باشه که میتونید از اسفنج ها برای این کار استفاده بکنید که به اندازه دهانه رینگمون یک لایه برش میزنیم و در مرحله آخر روی دسر قرار میدیم. آروم آروم مواد رو بهش اضافه میکنم. ترکیبمون آماده است. از این مواد یه مقدار کف قالب روی صفحه میریزیم و کاملا کف صفحه پرش میکنیم تا این حفره ها رو پوشش بده. کامل توی حفره ها رو پوشش میدم، یه ضربه هم بهش میزنم تا کامل یه دست کف صفحه بشینه. لایه میوه‌ای رو از تو فریزر در آوردیم و یکم دورش رو آزاد میکنم و با استفاده از تورچ و یا اگر شما نداشتین میتونین از سشوار هم استفاده بکنم. میگیرم روی دیواره تا بتونم راحت مواد رو از رینگ جدا بکنم. با فشار از رینگ جداش میکنم و روی لایه اولی که از موس بادوم ریختم قرارش میدم. لایه میوه‌ای رو روی مواد موس میریزم و بلافاصله از بقیه موس پرش میکنم. میتونیم 10 دقیقه بذاریمش توی فریزر و بعد لایه نونی رو روش قرار بدیم یا همین الان بذاریم. این بستگی به این داره که شما بخواید لایه نونی کاملا جدا باشه ازش یا اینکه داخل موس یکم غوطه بر بشه. کاملا آماده است و میره برای اینکه داخل فریزر قرار بگیره تا کاملا فرم بگیره. 8 ساعت یا 1 شب ایدئال ترینه و بعد از اون از فریزر خارج میکنیم، بلافاصله سفر رو ازش جدا میکنیم، رینگ رو جدا میکنیم. اگر تزیین خاصی مد نظرتون هست بنا به دلخواه و سلیقه خودتون انجام میدین. دنباله برنامه رو بیرنده باشین تا مرحله نهایی کار رو هم با هم داشته باشیم. دسر ما آماده شد. من از توی فریزر درش آوردم. ظرفی که برای سرو انتخاب میکنم رو روی دسر میذارم و برش میگردونم. ظرف رو جدا میکنیم. این کار بلا فاصله بعد از خارج کردن از فریزر انجام میشه و این سفر رو جدا میکنیم. خب
دور رینگ رو هم کمی آزاد میکنم، یعنی یه ذره حرارت میدم و رینگ رو هم از داخل دسر جدا میکنم. یه مقدار با دستگاه ترش که اگر شما نداشتین میتونی با باد ولرم سشوار این کار رو انجام بدی. خیلی راحت رینگ جدا میشه و تلقی هم که دور کار گذاشته بودیم رو جدا میکنیم. یه کوچولو جای دست میخواد به این حالت، تلق هم جدا میشه و میره برای تزیین نهایی هر اون چیزی که خود شما دوست داشتین. اگرم تزیینی انجام نشد خودش کامل هست. برنامه رو بیننده باشین تا ادامه کار رو با هم بریم. من تزیین رو کامل کردم مطابق با سلیقه خودم، همراه با خامه و این قلب هایی رو که میبینین از مواد همون زرشکیه که داخل قالب های سیلیکونی قلب ریختم و گذاشتم توی فریزر، خودش رو گرفت و جدا کردم و تیکه های شکلات. همونطور که میدونین تزیین میتونه مطابق با سلیقه باشه، هرچی که دم دستتون هست و تطبیق داده میشه با مواد کرم یا موس و یا کلن دسر هاتون میتونین تزیین رو کامل بکنید. امیدوارم این برنامه رو مورد توجه خودتون قرار بدین. سابسکرایب رو فراموش نکنین. منتظر برنامه های بعدی و آموزش بعدی باشید.